سلام به همه همراهان عزیز کانال تاریخ مشاهیر ایران. من مانا هستم و امروز میخوام تا درباره زندگی غلامرضا تختی و علت مرگ اون با شما صحبت کنم. پس با من همراه باشید. غلامرضا تختی یا جهان پهلوان تختی، متولد 5 شهریور 1309، کشتیگیر آزادکار ایرانی بود. تختی از چهره‌های مشهور فرهنگ عامه ایران و در فرهنگ ورزشی ایران بسیاری اون رو نماد پهلوانی و جوانمردی می دونستن. پس از زلزله بوئین زهرا که ده ها کشته و مجروح در پی داشت، فعالیت های اون و دیگر پهلوانان برای امداد رسانی به زلزله زدگان موجی از شور و وحدت ملی در ایران برانگیخت و کمک های زیادی برای آسیب دیدگان از طرف تختی ارسال شد. در ادامه نگاهی داریم به زندگی نامه و ماجرای مرگ غم‌انگیز جهان پهلوان تختی. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید و با زدن لایک و دکمه زنگوله برای دیدن ویدیوهای جدیدمون از ما حمایت کنید. غلامرضا تختی در جنوب تهران در محله خانی‌آباد به دنیا آمد. پدر و پدر بزرگش از فروشندگان خاربار بودند. او دو برادر و دو خواهر بزرگتر از خود داشت. او تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان حکیم نظامی تهران گذراند و پس از گذراندن اول متوسطه در دبیرستان منوچهری تهران ترک تحصیل کرد و به خاطر وضع مالی خانواده مجبور بود کار کنه. تختی ورزش زورخونه‌ای را ابتدا از زورخونه گردان شروع کرد، اما بعد از مدتی به زورخانه پولاد در میدان شاپور رفت. تختی توفیق چندانی در ورزش زورخونه‌ای نداشت، اما استعداد اون در کشتی توسط عبدالحسین فعلی شناخته شد و زیر نظر او پرورش پیدا کرد. او در سال 1327 به خدمت سربازی رفت و در 25 مهر همون سال در اداره راه آهن استخدام شد. وی پیشینه کار در شرکت نفت مسجد سلیمان رو هم داشت. در سال 1330 با اولین حضور در مسابقات قهرمانی جهان در فنلاند تونست برای اولین بار برای کشتی ایران در یک مسابقه خارجی مدال کسب کنه. تختی وقتی تنها 21 سال سن داشت وارد فعالیت‌های سیاسی شد و از طرفداران دکتر مصدق بود. اون پس از کودتای 28 مرداد 1332 از سوی کمیته ورزشکاران به کنگره شورای مرکزی جبهه ملی ایران راه پیدا کرد. غلامرضا تختی در 12 آبان ماه سال 1345 در 36 سالگی با خواهر یکی از دوستاش به نام شهلا توکلی که 20 سال سن داشت ازدواج کرد، که حاصل این زندگی یک پسر به نام بابک متولد 11 شهریور 1346 بود. بابک تختی نویسنده و ناشر ساکن آمریکاست. تختی از سال 1329 تا سال 1338 8 بار قهرمان کشور شد. در سال 1331 مدال نقره المپیک فنلاند، سال 1335 مدال المپیک ملبورن و در سال 1339 مدال نقره روم رو به دست آورد. اون اولین کشتیگیر ایرانی بود که در وزن‌های 79، 87 و 97 کیلو به مدال‌های جهانی و المپیک رسید و تجربه 4 حضور در المپیک رو در کارنامه خودش داشت. تختی همچنین با داشتن 7 مدال المپیکی رکورددار کشتی در ایران بود. 17 دی ماه سال 1346 جسد تختی 37 ساله در اتاق هتل آتلانتیک تهران پیدا شد. با اینکه در اون زمان علت اصلی مرگ رسما خودکشی اعلام شده بود، اما بسیاری حاضر به قبول این خبر نشدند و ساواک به عنوان عامل قتل او تا سالهای سال نام بردند. درست 50 سال بعد اسفند ماه سال 97 مرحوم جمشید مشایخی از دوستان نزدیک تختی لب به افشاگری گشود و در برنامه زنده شبکه تهران مرگ تختی رو خودکشی به خاطر اختلاف زناشویی اعلام کرد. جمشید مشایخی در مورد علت خودکشی تختی میگه جهان پهلوان تختی با زنی ازدواج کرد که از طبقه خودش نبود. تختی اگر با این خانم زندگی میکرد تختی نبود. اگر طلاقم می گرفت تختی نبود. تختی اگر خودشو می کشت تختی بود.
چند روز بعد بابک تختی، تنها فرزند غلامرضا تختی، نسبت به این اظهارات آقای مشایخی واکنش تندی نشون داد. همچنین آقای معتضد بعد از صحبت‌های آقای مشایخی گفت مشایخی درست گفته و تختی خودکشی کرده و اونو شاه نکشته. تختی دو روز قبل از مرگ خودش با حضور در دفترخانه وصیت‌نامه خودشو نوشته بود و کاظم حسیبی رو از دوستان سیاستمدارش بود سرپرست فرزند 4 ماهه خودش کرده بود. نوشتن وصیت‌نامه و اختلاف خانوادگی و دعواهای مکرر اون با همسرش و در نهایت قهر او از خانه و رفتن به هتل آتلانتیک دلایل و شواهدی است که دال بر خودکشی تختی داره. همچنین در کالبد شکافی که از معده تختی صورت گرفته بود، پزشک سردخونه مایه سبز رنگی از معده اون خارج کرده بود و گفته بود هنوز معلوم نیست که اون خودشو چطور کشته و گفته در بدن اون هیچ علائمی از آسیب دیدگی و جنایتی در کار نبوده و به دست کسی کشته نشده. جسد این پهلوان سرانجام در گورستان ابن بابوی به خاک سپرده شد. هزینه های کفن و دفن تختی توسط محمد علی فردین پرداخت شد. شهلا توکلی 27 خرداد 1393 در 68 سالگی در بیمارستان ایران مهر بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت. تا مدتها بعد از مرگ تختی تعدادی از هواداران اون در شهرهای مختلف دست به خودکشی می زدن که فجیع ترین اونها قصابی در کرمانشاه بود که قبل از خودکشی خود یادداشتی بر شیشه مغازه خود چسبانده بود. جهان بی جهان و پهلوان ماندنی نیست. طبق اسناد رسمی آن زمان خبر خودکشی 7 نفر به خاطر تختی عمومی شد. شواهد در مورد مرگ تختی داله بر خودکشیشه، اما اون چیزی که مسلمه اینه عالم مطلق خداست و فقط اونه که آگاه بر احوال کردار بندگانشه. تختی برای همیشه برای ما قهرمان و پهلوان هست و خواهد بود و خودکشی کردن یا کشته شدن اون تأثیری تو محبوبیتش بین ما ایرانیان نداره. روحش شاد. مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید و به همون بگید دوست دارید ویدیو بعدی راجع به کدوم یکی از مشاهیر کشورمون باشه. تو ویدیو بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.